دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم تو بهترین روزهای زندگیتون باشید. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با خوردن برنج صحبت کنیم، عادتی که همه ما ایرانی ها تقریبا هر روز اون رو انجام میدیم. با ما همراه باشید. 8 خاصیت خوردن برنج که شاید ندونید. وقتی که صحبت از خواص یک ماده غذایی میشود، باید این نکته را در نظر گرفت که نحوه پخت آن و میزان مصرف آن نیز مهم است. باور کلی جامعه بر روی چاق کنندگی و مضر بودن مصرف برنج برای انواع بیماری استوار شده است که صحیح نیست. برنج در صورت پخت صحیح و مصرف متعادل می تواند یکی از سالمترین مواد غذایی آشپزخانی شما باشد. مزایای برنج برای سلامتی انسان در برگیرنده توانایی آن برای فراهم آوردن انرژی فوری و سریع و تنظیم و بهبود اجابت مزاج و تثبیت کردن سطح قند خون و کند کردن فرایند پیری است. با این حال برنج می تواند منابع ضروری ویتامین B1 برای سلامت انسان را نیز فراهم کند. سایر فواید برنج شامل توانایی آن برای افزایش سلامت پوست، افزایش متابولیسم، کمک به هضم، کاهش فشار خون، کمک به کاهش وزن، بهبود سیستم ایمنی و محافظت از بدن در برابر بیماری‌های قلبی و سرطان است. برنج در بیشتر فرهنگ‌ها یک ماده غذایی اصلی و برای افراد مهم است. مزایای متعدد این ماده را می‌توان در بیشتر از 40,000 گونه مختلف از آن که در سراسر جهان موجود است پیدا کرد. برنج فراوری نشده زیاد تحت تاثیر فرآیندهای مختلف قرار نمی‌گیرد و دارای ارزش تغذیه‌ای بالایی است. با این حال برنج سفید فراوری می‌شود و به همین خاطر مزایای کمتری دارد. خواص برنج برای سلامتی. مورد اول، منبع خوبی از انرژی است. از آنجایی که برنج کربوهیدرات خوبی دارد میتواند به عنوان سوخت برای بدن عمل نماید و به عملکرد طبیعی مغز کمک کند. همانطور که میدانید کربوهیدرات ها برای متابولیزه شدن توسط بدن ضروری هستند و میتوانند به انرژی تبدیل شوند. ویتامین ها، مواد معدنی و ترکیبات عالی متعدد باعث افزایش عملکرد و فعالیت متابولیکی تمام اندام ها میشود و میتواند سطح انرژی را افزایش دهد. مورد بعدی، برنج عاری از کلسترول. مصرف برنج برای سلامتی شما عالی است، زیرا حاوی چربی‌های مضر، کلسترول و سدیم نیست. این ماده بخش خوبی از رژیم غذایی متعادل محسوب می‌شود. هر غذایی که بتواند مواد مغذی را بدون داشتن اثرات منفی فراهم آورد، تأثیرات زیادی برای سلامتی خواهد داشت. سطح پایین چربی، کلسترول و سدیم به کاهش چاقی کمک می‌کند و می‌تواند عوارض مرتبط با اضافه وزن را کاهش دهد. برنج یکی از مواد غذایی است که به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا می‌تواند افراد را در مقادیر کم سیر کند و سالم نگه دارد. مورد بعدی، از سرطان پیشگیری می‌کند. دانه کامل برنج همچون برنج قهوه‌ای سرشار از فیبرهای نامحلول است که می‌تواند از بدن در برابر سرطان‌های مختلف محافظت کند. بیشتر محققان و دانشمندان بر این باورند که فیبر نامحلول برای محافظت از بدن در برابر توسعه و متاستاز سلول‌های سرطانی مفید و ضروری است. فیبر در برابر محافظت و دفاع از سرطان روده و معقد مفید است. با این حال علاوه بر فیبر، برنج آنتی اکسیدان‌های طبیعی همچون ویتامین C، ویتامین A، ترکیبات فنولی و فلانویدی دارد که به عنوان آنتی اکسیدان عمل می‌کنند. یا آنتی اکسیدان‌ها را تحریک می‌سازد و از بدن در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند. رادیکال‌های آزاد محصول فرعی متابولیسم سلولی هستند که می‌توانند آسیب جدی به اندام‌های بدن بزنند و باعث تبدیل سلول‌های سالم به سلول‌های سرطانی شوند. افزایش سطح آنتی اکسیدان‌های بدن ایده خوبی است و مصرف برنج بهترین راه برای انجام این کار است. مورد بعدی، برنج از پوست مراقبت می‌کند. متخصصان بر این باورند که پودر برنج را می‌توان به صورت موضعی برای درمان برخی از مشکلات پوستی مورد استفاده قرار داد. در برخی از قسمت‌های هند، آب برنج برای درمان پوست ملتهب مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترکیبات فنولی موجود در برنج به خصوص برنج قهوه‌ای یا برنج وحشی خاصیت ضد التهابی دارد و می‌تواند برای تسکین التهاب و قرمزی مفید باشد. اینکه برنج به صورت موضعی اعمال شود یا مصرف گردد زیاد مهم نیست. موادی که از برنج مشتق می‌شوند می‌توانند شرایط پوستی مختلفی را بهبود ببخشند. خاصیت آنتی اکسیدانی برنج می تواند ظهور چین و چروک را به تعویق بیاندازد و سایر نشانه های پیری را کنتر کند. مورد بعدی، برنج از بدن در برابر آلزایمر مراقبت می کند. برنج قهوه‌ای یکی از موادی است که سطح مواد مغذی بالایی دارد و می تواند رشد و فعالیت انتقال دهنده عصبی را تحریک نماید و از پیشگیری از آلزایمر مفید باشد. گونه های مختلفی از برنج وحشی نیز می تواند آنزیم های محافظت کننده از اعصاب را در مغز تحریک کند و مانع از تأثیر رادیکال های آزاد و سایر سموم خطرناک گردد. این موضوع می تواند در پیشگیری از آلزایمر و دمانس مفید باشد. بریم سراغ مورد بعدی، به هضم کمک می کند و خاصیت ادرار آوری دارد.
پوست برنج یک داروی موثر برای درمان دستانتریست. برخی از افراد بر این باورند که پوست گیاه سه‌ماهه برنج خاصیت ادرار آوری دارد. چینی ها نیز بر این باورند که برنج می تواند اشتها را افزایش دهد، بیماری شکمی را درمان کند و تمامی مشکلات گوارشی را بهبود ببخشد. برنج به عنوان یک ماده ادرار آور می تواند به کاهش وزن نیز کمک کند. سموم را از بدن دفع نماید و وزن اضافی آب را کم نماید. محتوای فیبر بالا در برنج می تواند به اجابت مزاج کمک کند و از بدن در برابر سرطان های مختلف محافظت نماید و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش دهد. مورد بعدی، برنج سرشار از ویتامین است. برنج منبع عالی از ویتامین ها و مواد معدنی همچون نیاسین، ویتامین دی، کلسیم، فیبر، آهن، تیامین و ریبوفلاوین است. این ویتامین ها بنیان و اساس متابولیسم های بدن، سلامتی سیستم ایمنی بدن و عملکردهای کلی اندام های بدن است. بریم سراغ مورد بعدی، برنج به سلامت قلبی و عروقی کمک می کند. روغن سبوس برنج خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و می تواند به کاهش سطح کلسترول خون و سلامت قلبی و عروقی کمک کند. برنج وحشی و قهوه‌ای بهتر از برنج سفید خواهد بود، زیرا پوست برنج پر از مواد معدنی است. و در آخر نتیجه گیری درباره خواص برنج. برنج می تواند جلوی یبوست مزمن را بگیرد. فیبر نامحلول در برنج به عنوان یک اسفنج نرم عمل می کند و می تواند به اجابت مزاج کمک نماید. برنج قهوه‌ای و برنج با دانه کامل دارای فیبر نامحلول زیادی هستند. با این حال برای تسکین یبوست بهتر است آب زیادی نوشیده شود. همچنین مصرف غذاهای پر از فیبر توصیه شده است. بیماران دیابتی باید برنج قهوه‌ای را در رژیم غذایی خود بگنجانند که در برگیرنده سطح پایینی از شاخص گلیسمی هستند. کمتر از یک پیمانه از برنج قهوه‌ای در روز می‌تواند 100% از نیاز روزانه بدن به منگنز را فراهم سازد و به تولید انرژی کمک نماید. برنج قهوه‌ای برای عملکرد طبیعی سیستم عصبی و تولید هورمون‌های جنسی مفید می‌باشد. ممنونم که با فارسی مدیا همراه بودید. شب و روزتون خوش.